با درود به بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان، هفته پیش در استودیوی تلویزیون ایرانیان بودم و این هفته در فاصله دور در لندن سرد و برفی. خبری قلبم را تکان داد. دکتر محمود عنایت دیگر نیست. نازنین، انسانی که در روزهای خوش زندگی که تصور میکردیم دوران استبداد است، نگین را به دریچه‌ای به سوی اندیشه و فرهنگ تبدیل کرده بود. مجله نگین برای همه ما دنیایی روشن از اندیشه و آزادگی بود. جمهوری ولایت فقیه طبیعی بود که تحمل عنایت را نداشت، به خارج آمد، در غربت، در سوگ از دست دادن برادر نازنین جوانش دکتر حمید عنایت و فرزند نوجوانش داغدار شد. با این همه، این مرد استوار هرگز از پای در نیامد و هرگز در برابر قدرت سرفرو نیاورد. در گذشت او را به خانواده و عزیزان و شاگردانش و به همه اهل قلم و مطبوعات تسلیت می‌گویم. آن سو در سرزمین ما آقای غلام علی حداد عادل، پدر عروس آقای خامنه‌ای، یعنی پدر همسر آقا مجتبی ولیعهد ولی فقیه، اعلام کرد که به موجب یک آمارگیری ایشان و علی اکبر طبیب حضور ولایتی مشاور اعظم ولی فقیه و محمد باقر قالیباف شهردار تهران ائتلافی کردند و در این آمارگیری 60% از آرا را در انتخابات به دست خواهند آورد. آنها با هم به تعاطی افکار و آرا مشغولند و دو تن از آنها بعد از آمارگیری های تازه در راه خدا کنار خواهند رفت و یکیشان انتخابات را ادامه خواهد داد. معنای حرف غلام علی حداد عادل این است که سید علی آقای نایب امام زمان موافقت کرده است این سه لعبتش در بازی انتخابات حاضر باشند. من همچنان تردید دارم که قالیباف را آقا مجال ورود به عرصه انتخابات بدهد. بازی است برای ایجاد هیجانی کاذب و جذب و جلب آرای بعضی از کسانی که هنوز هم شاید امیدوار باشند میتوان زیر چتر ولایت فقیه به آزادی رسید. دکان ورشکسته و مفلس ولایت فقیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 1988 تعطیل شد، به این معنا که دیگر کسی به این دکان مراجعه نمی کند. امامزاده بی معجزی که مثل امامزاده بی غیرت جاده قزوین باید آن را رها کرد تا فرو نشیند و ویران شود. با این همه بازی انتخابات را همچنان در تردید نگاه داشتند، به این معنا که هنوز معلوم نیست سید علی آقا چه نامزدی را برای انتخابات در نظر دارد. راستی با احمدی نژاد چه کار خواهد کرد که می‌خواهد داستان پوتین و مدویدیوف را در ایران دوباره تکرار کند. اینها همه مطالب و مسائلی است که ذهن خواص را در ایران مشغول داشته است، اما عوام در اندیشه نان شبن که هر روز گرانتر می‌شود و زندگی که فرو می پاشد. راستی این رژیم، این قوم و ظالمین با مردم ما چه کردن؟ خنده‌دار است هنوز هم اینجا و آنجا در رسانه های غربی می بینی که درباره انتخابات ایران سخن می گویند، تو گویی انتخاباتی به معنای واقعی وجود دارد. کدام انتخابات؟ وقتی به اشاره ولی فقیه 24 میلیون رأی آقای موسوی 13 میلیون شد و 13 میلیون رأی احمدی نژاد 24 میلیون، 7 میلیون رأی کروبی 300 هزار شد تا آقا بتواند انتقام خود و مجتبی را از او بگیرد، برای اینکه این کروبی بود که مچ مجتبی را باز کرده بود و پرده را بالا زده بود. به هر رو، در کنار انتخابات، دیدار بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مذاکراتی که به هیچ کجا منتهی نشد، مذاکراتی که در برابرش دیوار بی‌اعتمادی و در این حال بازی‌های
شعبده ولی فقیه بود، سرزمین ما در هفته گذشته اندوهدار و داغدار جوانانی بود که با آلودگی هوا سینه های زخمی دارند، پیرانی که با آلودگی هوا میمیرند، مادرانی که فرزندانشان را در شکم به خاطر آلودگی هوا از دست میدهند. چه سرزمینی برای من ساخت آقای خمینی و جانشینش. تا هفته آینده همه شما عزیزانم را به پروردگار بزرگ می سپارم.